سلام. کنفرانس لندن در پیش است. به گفته رئیس جمهور غنی، کنفرانس لندن به میزبانی بریتانیا یک قدم بزرگ در راستای تامین مناسبات بزرگ اقتصادی که مبتنی بر منطق تعداد اساسی میان دولت‌های افغان انگلیس در آینده خواهد بود برای افغانستان است. بریتانیا این اواخر توجه بیشتر آن هم در قسمت اقتصاد افغانستان نشان می‌دهد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان در کنار داشتن روابط حسنه با کشورهای دوست، اتاق با بریتانیا نیز دارد. از آقای دکتر محمد فرید هوتک، رئیس اتاق تجارت انگلستان افغانستان، و آقای دکتر ظریف امینیار، استاد دانشگاه در مسائل اقتصاد، دعوت کرده ایم تا به استودیوی زربنا تشریف بیاورند. من ویدا ساغری هستم. تا نیم ساعت دیگر در این برنامه همراهی ایمان کنید. با برنامه خوش آمدید. تشکر. آقای هوتک، اتاق تجارت افغان بریتانیا چه هدفی را دنبال میکنه؟ تشکر بسیار زیاد فیدا جان. اتاق تجارت انگلستان و افغانستان یک اتاق جدید است، بسیار وقت نشده مثل اتاق تجارت افغانستان یا اتاق تجارت افغانستان و امریکا. مقاصد مهم ما که است اینمی است که بین ملی دنیا که هستک در افغانستان به بسیار وقت گذشته 12-13 سال کیجه بود، مشخصتا عسکری و یا سیاسی اهداف داشت و در امی سلسله در بین انگلستان و افغانستان کدام فرمال تجارتی روابط نبود و این اتاق در بین بخاطر زمین آمده تا که ما بتانیم که یک شروع روابط تجارتی در بین انگلستان و افغانستان شروع شود او ما امی موقعیت فراهم کنیم و سپورت را بتیم برای تجارای پرایویت سکتر انگلستان و افغانستان تا که افغانستان و انگلستان علاوه از اینکه عسکری و سیاسی روابط داره تجارتی روابطشان شروع شوه و آینده روابطشان به می بنیاد باشه تا که فایده برای افغانستان و فایده برای انگلستان همچنان برسه او یک روابط پیدا شوه که او قطع امو میشن عسکری ملیتری که در اینجا پیش میره سر از او وابسته نباشه. ایتو نشوه که عسکرهای انگلستان از افغانستان برای کلگی کمک ها و روابط استاد شوه یا کم شوه. تجارتی روابط روابط آینده دنیا هستک. اوی روابط ما فکر میکنیم که چقدر مستحکم تر باشه، چقدر قوی تر باشه بین افغانستان و انگلستان میتونه تا وقتهای بسیار زیاد پیش بره. بسیار خوب. عمر این اتاق چقدر است؟ ما تقریبا 2 سال میشه که اتاق تجارت انگلستان و افغانستان به وجود آمده. وجود آمدن از تجارای مشخصتا از افغانستان و بلکه از کل انگلستان. ما به این نظریه رسیده بودیم که انگلستان در افغانستان در گذشته 13 سال بسیار زیاد قربانی داده و بسیار زیاد کمک ها کرده و آل وقت آمده که امیر روابط بین افغانستان و انگلستان دیگه صرف عسکری یا سیاسی نباشه بلکه تجارتی باشه. دیگه ما از 2012 به این طرف کارهای ما شروع شده و ما قطع حکومت انگلستان و افغانستان کار میکنیم تا که رشد تجارت در بین افغانستان و انگلستان زیاد شود. ما به این فکر هستیم که آینده افغانستان بنیادش به تجارت افغانستان است. افغانستان تا چی وقت شاید به کمک های خارجی منتظر باشه؟ او مثل کمیال ما میبینیم که یکان توافقنامه که بین افغانستان و دیگه ملک ها امضا نشده بود کمک های بین المللی کم شده بود. اگر افغانستان امی تجارت خود یا قطع دنیا و روابط اقتصادی قطع دنیا دیگه داشته باشه و افغانستان آمدن خود داشته باشه، افغانستان هیچ وقت برای کمک بیرونی ضرورت نداره و بریزی کار مهمترین کاری که ما فکر میکردیم امی بود مثل یک حیثیت یک تجار به حیثیت یک سیتیزن انگلستان و باز یک افغان انگلیس که یاد میشه ما به مو که یک نهاد در بین بیاریم تا که و بتانه که فایده اردو ملک در نظر گرفته شوه و یک روابط شروع شوه که تا وقت سنچری زیانده که می این روابط برقرار باشه. بسیار خوب. آقای امینیار، به گفته دیوید کمرون صدر اعظم بریتانیا، سرپرستی کنفرانس لندن برای جلب حمایت های اقتصادی برای افغانستان، خود آقای اشرف غنی و جناب دیوید کامرون به او خاط داشتن. این علاقمندی نسبت به افغانستان از جانب بریتانیا بر چه لحاظ است؟ تشکر. سلام بر شما خانم ساغری و به اشتراک کننده معززی که در میز است و به بیننده های تلویزیون و آریانا. من فکر می کنم که هر علاقمندی که هست در روابط بین الملل بر اساس
مزیت‌هایی است که مثلا جانب مقابل فکر می‌کنند که در طول مدت بر کشورش داشته باشند. حالا زمانی که از کنفرانس بن اگر آغاز کنیم که دولت افغانستان در اصلش از اونجا بنا شده است، از اونجا تا به امروز کنفرانس های متعدد داشتیم و همه کنفرانس ها به خاطر روابط حسنی افغانستان با کشورهای دیگر بود، ولی بیشتر این کنفرانس لندن هم در موارد بررسی تعداد توکیو هست که در تعداد توکیو که مثلا تعدادی که شده افغانستان تا کدام اندازه مثلا اون تعداد تانسته که به شکل موفق‌تر نائل یابد، و از طرف دیگر تجدید تعهدات متقابل است که در آینده ها مثلا جامعه بین الملل با افغانستان مثلا با کدام عرصه ها کمک میتونه کردم. عموما کانفرنس هایی را که ما داشتیم در طول عرصه ای که ما مثلا دولت مرداری کردیم در افغانستان حدود 13 سال یا 14 سال، بیشتر برای جلب کمک ها بوده که مثلا به گونه مثال شما میتونین که کانفرنس توکیو را بگین که 5.4 میلیارد دلار در افغانستان کمک کرد، امیر خان برلین، نشست پاریس، نشست های دیگری که ما داشتیم، تمامش بیشتر متمرکز کمک ها بر افغانستان بود. ولی در این اواخر دیده میشه که جامعه بین المللی میخواهد که افغانستان بالاخره طرف از متکی شدن طرف مثلا مستقل شدن اقتصادی هم برود. به خاطر این ضرورت است که مثلا چالش هایی که ما در داخل افغانستان داریم اونها باید از بند بره. مثلا در کنفرانس توکیو و در کنفرانسی که در اواخر مثلا اجرا شد دیده می شود که جامعه بین الملل بیشتر می خواهند که پول هایی را که به افغانستان مساعدت می کنند اونا به شکل درست مثلا مصرف می شن یا نمی شن. بدین خاطر است که جامعه بین الملل خصوصا امریکا، ایالات متحده امریکا که بیشترین کمک به افغانستان کرده در حدود 90 میلیارد دلار هم می رسند، در این حدود است که اونا یک حراس بسیار بزرگ دارن که در افغانستان پولها در جایش استفاده نمیشه، گویا که فساد اداری در افغانستان مثلا وجود داره. بله این دقیق هم است، افغانستان یکی از فاسدترین کشورهای جهان هم قلمداد شده است. حالا اینا میخواین که از یک طرف روابط بین المللی را مثلا داشته باشه خود برتانیا، از طرف دیگر امو تعهداتی که در توکیو شده او را بررسی کنند. پس هدف اساسی و یا مثلا آجندای کنفرانس لندن دو چیز است. یکی که تعهدات توکیو را بررسی کنیم ببینیم که تا کدام اندازه موفق بودیم افغانستان، از طرف دیگر یک زمینه بسیار خوب است بر افغانستان که مثلا تعهدات تجدید نظر صورت بگیره و افغانستان بتونه که کمک ها را هم جلب کنه و به آینده مثلا برنامه دقیق به خاطر بیرون رفت متکی شده شد. ممنون آقای امینیار. آقای هوتک، برتانیا چه منافع اقتصادی در کشور ما یعنی از طریق کشور ما با خود داره؟ جان ببینین این کنفرانسی که در لندن گرفته میشه دو روز داره، روز سوم تاریخ 3 دسامبر که است یک میز اقتصادی است که در اونجا ما شرکت داریم. در این روز آقای اوتک ما بعداً میپردازیم به کنفرانس لندن و چگونگی هاش و این کنفرانس بر چه اهدافی دایر میشه و نفع افغانستان در اونجا چی است و نقش افغانستان و همچنان نقش بریتانیا در این قضیه. حالا قبل میخواهیم بدانیم که علاقمندی بریتانیا برای همکاری اقتصادی بر افغانستان بر چه اساسی است؟ این مبنای علاقمندی بریتانیا بر افغانستان از کجا میآید؟ چه منافعی در اینجا داره یا از این طریق بر منطقه داره؟ بله، شما اگر ببینین روابطی که در گذشته 13 سال انگلستان با افغانستان داشته، در انگلستان ما به این نظر هستیم، در افغانستان مردم چی فکر میکنه او مختلف است، که انگلستان همیشه در نقص بود. انگلستان جاسکرایش مرد، انگلستان غیر پیسه شهروانده انگلیس جمع کرد آورد دیجا مصرف کرد 40 میلیارد پوند که تقریبا 60 میلیارد 50 میلیارد دلار میشه دیجا مصرف شد. دی برای انگلستان هیچ کدام فایده مشخص نبود. او همیشه می گفتن رای بودن لیدرهای انگلستان که برای انگلستان یک خطر سکیوریتی است. و آلی اینی کنفرانس که دایر شده دیجا یک بسیار مهم وجهش اینمی است که ایجا در افغانستان آلی مواقع اقتصادی است برای تجارت است برای افغانستان. در سال 2012 در اولین 4 ماه سال 2012 از افغانستان 30 میلیون دلار مال به انگلستان آمده بود، پوند ببخشید. در مو دوران از 120 میلیون دلار پوند پروداکتس انگلستان برای افغانستان آمده بود. دیگه اگر ما سعی کنیم انگلستان فایده تجارتی داره
که از 30 میلیون پوند از اینجا مال میره او از 120 میلیون از اون طرف میره. حال ما میبینیم که افغانستان تجارتی موقع بسیار زیاد داره. در اینجا هند، ترکیه، چین سرمایه گذاری کرده. در می دوران وقتی که انگلستان که قربانی های داده تا بالی تجارتا از افغانستان کدام فایده به دست نورده. یعنی داره روی این ساحه کار میکنه که روابط تجارتیش با از طریق افغانستان با کشورهای دیگه وسیع تر و سالم تر شد. انگلستان یک پالیسی بین المللی صرف از انگلستان از هر ملک های پیشرفته همی است که روابط از یا به دنیا به روابط اقتصادی است. انگلستان باید همیشه فکر کنه که فایدهش ده چی است. حالی که در افغانستان که وقت قربانی داده و یک نقص شده مجبور به این شده که در اینجا در افغانستان که کار کرده که خدمات کرده که اقتصادی فایده به دست بیاره. افغانستان بسیار زیاد معدنیات داره. انگلستان که هستک مرکز تجارتی و بزنس دنیا هستک. حالی ما کمپانی انگلیسی داریم، تجاره انگلیسی داریم که دلچسپی داره تا که سرمایه گذاری کنه در معدنیات افغانستان. از این فایده برای افغانستان هم میرسه، فایده برای تجاره انگلستان هم میرسه. دیگه وقتی که چقدر تجارت در بین هر دو ملک زیاد شوه و این اینمی کاری است که نهاد ما میکنه، ما فکر میکنیم که چقدر تجارت در بین انگلستان و افغانستان زیاد شوه و این فایده ملت هر دو ملک است، فایده مردم افغانستان است، فایده انگلستان است و این یک سستینبل اپروچ است که ما میتونیم که به سالها به سالهای دوام کنه و از بین نره به همیشگی نسبتا به کمکای که از قطع عسکری باشه یا کمکای خیریه باشه او که هر وقت باشه میتونه استاد شوه. دیگه اینجا فایده است که انگلستان چقدر زیاد روابط با افغانستان اقتصادی داشته باشه او فایده برای انگلستان هم است و برای افغانستان هم است. من مثل که پیشتر گفتم آینده پالیسی روابط بین المللی سرمی است که چقدر فایده قطع کدام ملک اقتصادی دنیا داره. دی انگلستان به این نتیجه رسیده و سرزمینی پالیسی من فکر میکنم پیش میره. آقای امینیار چقدر میتوانه این کشور یعنی بریتانیا از لحاظ مناسبات پنهانی مخدوش و کدر که افغانستان با همسایه‌های خودش دارد از لحاظ اقتصادی مثمر واقع شود؟ مثلا روابط مخدوش پنهانی کدری که از لحاظ اقتصادی ما با پاکستان داریم و آخرین نشست آقای اشرف غنی و به شمول هیئتی که از اتاق تجارت در پاکستان اسلام آباد با هم دیدار داشتن و پروتکل تازه را امضا کردن. فکر میکنم به یک وقفه داریم، باز بعدا دوباره برمیگردیم. با سلام مجدد در برنامه زیربنا هستید و موضوع امروز ما اتاق تجارت و صنایع افغانستان که البته این اتاق تجارت افغان بریتانیا نام دارد در چوکات اتاق تجارت صنایع افغانستان موجودیتش و همچنان کنفرانس لندن که در پیش است موضوع امروز زیربناست و از آقای دکتر محمد فرید هوتک رئیس اتاق تجارت انگلستان افغانستان و آقای دکتر ظریف امینیار استاد دانشگاه در مسائل اقتصاد دعوت کردیم تشریف بیارن. خب به بحث داریم ادامه میدیم. آقای امینیار سوال ما این بود که چقدر کشور بریتانیا میتونه که مثمر واقع شود روی روابط کدر و بد اقتصادی که افغانستان با کشورهای همسایه داره، مثلا پاکستان؟ بله، بریتانیا کشور است که سالها با جهان سیاست کرده و یک قدرت بزرگ سیاسی جهان هم است و قدرت تصمیم گیری در سطح بین الملل است. خصوصا در خصوص پاکستان میشه بگویم که بریتانیا نقش بزرگی را داشته میتونه. اگر بریتانیا بخواهد و تمایل وجود داشته باشد در بریتانیا، اونا میتونن که یک فورس یا یک قوی را از اونجا مثلا به اسلام آباد وارد کنند تا اسلام آباد با افغانستان بتواند روابط خوب اقتصادی هم داشته باشد، ولی مبتنی بر این که اراده سیاسی با این کار وجود داشته باشد. که اراده سیاسی منظورم از اراده سیاسی است که آیا ایالات متحده آمریکا میخواهد که افغانستان به ثبات سیاسی اقتصادی و اجتماعی داخل شود یا خیر. طوری که دیده میشه یک موضوعی که بسیار زیاد مثلا در افغانستان چالش به وجود آورده است که ما مستقل نیستیم در مثلا دولت مرداری خود. بعض قوه هایی است که از غرب و همچو از مثلا از منطقه وارد ارگ می شود و اون قوت ها است که بعض اوقات مثلا مسائل اقتصادی را دگرگون می کنه و مسائل اقتصادی مثلا شکار مسائل سیاسی می شه در افغانستان. حالا در طول 13 سال در افغانستان توجهی که بر اقتصاد صورت می گرفت صورت نگرفته.
شما به این اندازه مثلا ما میتونیم بگیم که اداره حمایت از مثلا صادرات ما را شخصی که از روانشناسی فارغ شده اونا اداره میکنن. منظورم از این است اگر کابینه دقیق به وجود نبیه، دیدگاه به خاطر مثلا رشد اقتصادی افغانستان به وجود نمیه و دیدگاه سیاسی و اراده سیاسی بین الملل وجود نداشته باشه، من فکر میکنم دشوار، خیلی دشوار خواهد بود که برتانیا بتواند مثلا تاثیر بزرگی را وارد کنه. پس برتانیا میتواند تاثیر وارد کنه بر روابط پاکستان و افغانستان در خصوصا، ولی این روابط به مبتنی بر آن است که اراده سیاسی جهان وجود داشته باشه. یعنی کشور انگلستان بیشتر باید روی عوامل داخلی کار بکنه، یعنی داخل افغانستان کار بکنه تا این روابط در بیرون از کشور بهتر شود. دقیقاً تا زمانی که ما یک کابینه دقیق نداشته باشیم، مثلا یک کابینه که مثلا فساد اداری در آنجا مثلا در این اوج نباشه، ما نمیتونیم بگیم که در جهان سوم فساد اداری وجود نداشته باشه. کشورهایی هستند که مثلا فساد اداری یک پدیده است که تقریبا در تمام جهان است، جدا از بعض کشورها معمول است، ولی ما کابینه را میخواهیم که به اساس 16 سالی به وجود آمده باشه. ما دیدگاهی را کار داریم که واقعیت افغانستان اتصال اقتصادی جهان بسازه، ولی این حرفا بیشتر اوقات شعاری می باشه و یا تینگ تانک سیاسی می باشه نسبت به ای که این حرفا در عمل پیاده شوند. حالا دو موانع بزرگ وجود داره در روی افغانستان که باید برداره تا بتوان افغانستان بتواند مثلا کمک ها را هم در جایش استفاده کنه. یکی است که افغانستان مثلا مخزن الیگارشی اقتصادی است، مافیای اقتصادی است. دومی است که افغانستان از فساد گسترده مثلا داد میزنه که در اونجا پولشویی هم وجود داره که در جهان مثلا یکی از مشکلات اقتصادی این است که مثلا منی لاندرینگ یا پولشویی نمیتونه مثلا که جهان امرای افغانستان معامله کنه. یک علتش است که ما اینجا پولشویی داریم در افغانستان، یا حتی این مرکز منطقوی برای پولشویی به وجود آمده است که هرگاه اینی مسائل مثلا در افغانستان ما نتونیم اینا را حل بسازیم، یعنی الیگارشی اقتصادی، مثلا پولشویی را در افغانستان حل نتوانیم، فساد اداری را در افغانستان حل نتوانیم، خیلی دشوار خواهد بود که مثلا ما بتانیم روابط اقتصادی خود را مثلا انکشاف بتیم و در عین زمان ما بتانیم که از اتکای مثلا 90% بودجه ملی ما از غرب بیرون شیم. از طرف دیگه ما توانمندی مدیریتی مصرف کمک ها را هم نداریم. 36 میلیارد دلار امریکا تا حال در افغانستان پس مسترد گردیده هستند، یعنی افغانستان توان مصرف ازیر نداشتن، ظرفیت مصرف نداره. بسیار خوب آقای خوتک، میشه کم روشنی بدین، البته کوتاه، تا بتونیم به بقیه بحث خودمون هم ادامه بدیم بازش کنیم، اینکه کنفرانس لندن هدفش چی هست، یعنی چه چیزهایی در کنفرانس لندن دنبال میشه، آیا کلا نشست سیاسی است یا اقتصادی؟ مثل که من پیشتر عرض کردم، در این کنفرانس هر دو چیز به نظر گرفته شده. تاریخ 3 دسامبر که یک راوند تیبل است که دکتر سیب اشرف غنی و مهم اوزای حکومت انگلستان است در او شامل است و تجارای انگلستان که ما یک بنمایندگی از بزنس لیدرهای انگلستان هستیم، British Afghan Chamber of Commerce که است، یک ارگانیزیشن انگلستان است، ما قطع اتاق تجارت افغانستان کار میکنیم و در این اتاق در این تاریخ 3 که میز اقتصادی که ارنج شده در اینجا اتاق تجارت افغانستان و وزرای اقتصاد و مهم ممبرای حکومت افغانستان هم است و از انگلستان هم است. تاریخ 3 باز ما به بالوی از این کنفرانس پلان داریم که یک چندان ایونت های بگیریم که تجارایی که جمعه که گپ زده میشه به مواقعی که در افغانستان موجود است که تجارای انگلیس است و تجارای اروپایی است، تا که ما یارو بتانیم که یارو تشویق کنیم و یارو بیاریم که در افغانستان سرمایه گذاری کنه. علاوه از این در تاریخ 4 که است باز سیاسی و عسکری و مثل که آقای امینیار گفتن امو وعدایی که در قدیم شده بود در توکیو کانفرانس یا در استانبول کانفرانس سر ازو چیزا گپ زده میشه. من شخصا سر اقتصادی طرف چیزا خواد گپ زدم، چرا که از سیاسی و از این چیزا این منطقه کار من نیست. ما اولین ارگانیزیشن هستیم، برتانوی ارگانیزیشن هستیم که در بین آمدیم تا که تجارت و اقتصادی روابط در بین افغانستان و انگلستان رشد بدیم. پیش از ما هیچ یک نهادی نبود. در 13 سال گذشته افغانستان وزارت تجارت انگلستان در افغانستان یک نمایندگی نداشت و
وقتی که نهاد ما در بین آمد در 2012 ما قطعی حکومت انگلستان گپ زدیم برشان گفتیم که روابط انگلستان و افغانستان در آینده به اقتصاد می باشه. همین نتیجه بود که آل امروز از امون کارهایی که ما پیش بردیم اتاق تجارت وزارت تجارت انگلستان در افغانستان یک نماینده داره، کارکن داره ایجا. علاوه از این ما پرایویت سکتر افغانستان معرفی کردیم به سفارتخانه انگلستان، کنفرانس ها اوجه گرفتیم. حالا ای است که این کنفرانس از پرایم منیستر دیوید کامرون از طرف از وا گرفته شده و کل انگلستان سر ازی فهمیده که بهترین طریقه و یک سستینبل اپروچ اینمی است که به افغانستان یا برخورد کنه که روابط اقتصادی داشته باشه. دیگه تاریخ سه یک بیز اقتصادی است در کنفرانس که در اینجا تجاره انگلستان و اروپا آمده و خدا کنه که یار ما بتانیم قانع بسازیم دکتر اشرف غنی و ارگانیزیشن ما و اتاق تجارت افغانستان که یا بیاید در افغانستان سرمایه گذاری کنه تا که ملت جور شوه، برای مردم کار پیدا شوه و برای حکومت مالیه بیاید. بسیار خوب، سوال اخیر داریم و فکر میکنم دو دقیقه دیگه وقت داریم بر ختم برنامه و سوال بر اردو میمان عزیز مطرح میکنیم و از شما جناب آقای خوتک این که طرحهای بعدی چی باید باشد که تا حال اجرا نشده بابت جلب بیشتر کمک های اقتصادی بر افغانستان، مخصوصا بعد از اینکه افغانستان به نام یک کشور فاسد در قسمت فساد مالی و اداری مشهور شد در دنیا و امید جلب حمایت های خارجی رو بر افغانستان کم ساخت و کشورهای حمایت کننده رو مایوس ساخت به نحوه عجب. چه طرحهایی رو باید این اتاق پیاده بکنه تا بتونه که این نقیصه رو تا به نحوه حل بکنه؟ عجب. البته نظر آقای امنی رو خواهد داشتیم. شما آقای عجب. بسیار زیاد تشکر ویدا جان، من فکر میکنم بسیار مهم سوال کردن. اینجا سکتورهای خصوصی بین افغانستان و انگلستان کار کرده روی هستک. در بین این دو سکتور که هستک در مابین در بینشان دیوارها هستک که ما بسیار میخوایم که حکومت اگه اینی دیوارها را از بین نبره یا اینی بریرز که هستک دیگه برای افغانستان، در بین افغانستان و انگلستان روابط اقتصادی و تجارتی شاید بسیار رشد پیدا نکنه مثل که در گذشته 13 سال نبود که وزارت انگلستان اگه دیگه نماینده نداشت دیگه معلوم از این میشه در 13 سال فرمال اقتصادی ریلیشنشپ کدام نبود که بود همون خیریه بود. افغانستان تا به امیاله بعد از 13 سال وزارت سفارت انگلستان در کابل ویزا برای تجار یا برای کدام افغان که میخواه انگلستان به نمیده. ما خواهش کردیم از دکتر صاحب اشرف غنی که سرازی کار کنه و در لندن کنفرانس خواهش کنه که تجارای افغانستان و هر شهروند افغانستان اگر میخواه قطر به هر روابطی که باشه مشخصتا اقتصادی کار میکنه بین انگلستان و افغانستان برشون ویزا در کابل داده شوه. علاوه از این افغانا دکتر صاحب اشرف غنی من پیشم در یکی از انترویوهای خود گفتم برای بی بی سی در انترویو گفته بود که ما میخواهیم کشمش افغانستان سر انگلستان بفروشیم. کشمش افغانستان که تا انگلستان میرسه اوجه 50 کشمش از 50 ملک دیگه میه، از برازیل میه، از ساوت افریقا میه، از هر جای میه که دکتر صاحب غنی از حکومت انگلستان خواهش کنه که کشمش افغانستان یا قالین افغانستان که در انگلستان میه که ما یک اگریمنت داشته باشیم قطع انگلستان که او تکس یا مالیه که داده میشه او رو بر افغانستان معاف کنه. انگلستان می رقم اگریمنت ها قطع دیگه ملک ها داره. ببخشید من یک چند مهم سوال گپ هاست که من میخوام که از طریق رسانه برای مردم برسه. علاوه از این است که افغانستان باید خود در دنیا مارکت کنه، باید افغانستان از این نام جنگ که داره از این خلاص شوه و یک نام دیگه مشهور شوه. در این کار ما بین مللی، ما یک ارگانیزیشن بین مللی کمک کده میتانیم، یک اقتصادی کانسل داره مستر پریزیدنت که در اوجه اتاق تجارت افغانستان است، مگم اون اتاق تجارت که در امریکا و در انگلستان کار میکنه که در این سهم داشته باشه نظریه بیاریم تا که ما بهتر بتانیم که افغانستان اقتصادی روابط پیدا کنه و افغانستان از تاستا انشالله به پای خود به کار خود پیش بره. ممنون. من فکر میکنم که نوبت به آقای امینیارم نرسید بابت کمبود وقت و ما البته برنامه های بیشتر خواهیم داشت روی این موضوع از برگزاری تا نشست و بعداً تا دستاوردها و از آقای دکتر محمد فرید هوتک رئیس اتاق تجارت انگلستان افغانستان و آقای دکتر ظریف امینیار استاد دانشگاه در مسائل اقتصاد ممنون هستیم به بحث تشریف آوردن و صفا آوردن. این بود برنامه اقتصادی امروز زیر بنا که خدمت شما تقدیم شد. تا برنامه بعد همین ساعت برای نیم ساعت شما را به خداوند می‌سپاریم.